بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به شدت بیرون می کشند. و سوگند به فرشتگانی که جان مؤمنان را به نرمی و آسانی میگیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الله از آسمان به سوی زمین شناورند و سوگند به فرشتگانی که در اجرای عوامر الهی بر یکدیگر سبقت میگیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر می کنند یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه روزی که پس از اولین دمیدن در سور زمین و کوه ها و همه چیز به لرزه در و در پی آن دمیدن دوم حشر بیاید قلوب یومئذ واجفت ابصارها خاشعه در آن روز دلهایی سخت مضطرب و ترسانه و چشمهای آنان از ترس و شرمساری فرو افتاده است یقولون الحافره <سؤال> <بس> <سؤال> کافران در دنیا میگویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود بازگردانده میشویم اذا <سؤال> <سؤال> كنا <سؤال> عظاما نخره آیا هنگامی که استخوانهایی پوسیده شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده می شویم؟ خاسره. گویند اگر چون این وعده ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است و هی زجرت واحده هم بالساهره. پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است و ناگهان همگی بر عرصه زمین محشر ظاهر میشوند الاتاک حدیث موسی ای پیامبر آیا داستان موسی به تو رسیده است اذ ناداه ربه بالواد المقدس قوام. آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوا ندا داد و فرمود اذهب الى فرعون انه طغا به سوی فرعون برو که او تغیان کرده است فقل هل لك انت و به او بگو آیا می خواهی از کفر و گناه پاک شوی؟ و اهدیک فتخشا و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و فرمان بردار شوی؟ فاراه الایه فکذب وعصا پس موسا معجزه بزرگ را به او نشان داد اما او تکذیب و سرکشی کرد ثم ادبر سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت فحشر فقال انا ربكم پس قومش را جمع کرد و نداداد و گفت من پروردگار برتر شما هستم فأخذه الله نکال الآخرة والأولى پس الله او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد این فی ذلک لعبرة لمن یخشى بیگمان در این واقعه برای هر کس که از الله میترسد عبرتی است اانتم <applause> اشد خلقا أم السماء بناها آیا آفرینش شما بعد از مرگ سخت تر است یا آسمانی که الله آن را بنا کرد رفع سمكها فسواها سقف آن را برافراشت و به آن شکل و نظم داد و اغطش لیلها و و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانید و بعد ذلك دحاها و زمین را بعد از آن گسترانید اخرج منها ماءها و و از آن آب چشمه ها و چاه ها و چراگاهش را بیرون آورد و الجبال ارساها متاعا لکم و و کوه‌ها را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است فاذا فا جاءت پس هنگامی که آن حادثه بزرگ قیامت فرا رسد یوم يتذكر الانسان ما سعى در آن روز انسان تمام اعمال و های خود را به یاد می آورد و, رزت الجحیم يراه. و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شود فأما من پس آن کس که طغیان و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد فإن الجحيم هي المأوى بی تردید جهنم جایگاه اوست و اما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوا و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد فإن الجنت هي المأوى قطعا بهشت جایگاه اوست یسالونک عن الساعه ایان مرساها ای پیامبر درباره قیامت از تو میپرسند که در چه زمانی واقع می شود انت من تو را با یادآوری این سخن چه کار است الی سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست اینما انت منذر من یخشاها تو فقط بیم دهنده کسانی هستی که از آن میترسند ترسند که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها روزی که کافران قیامت را ببینند چون این احساس می کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا بامداد به سر نبرده اند